گلکسی A73 یه میانرده جذاب و خوش ساخته که نسبت به نسل قبل خیلی پیشرفت کرده، اما الان مثل یه تعداد از بهترین پرچمداری اقتصادی بازار قیمت گذاری شده. شما فکر میکنید گلکسی A73 میتونه این دستگاه رو شکست بده؟ با بررسی این میانرده جذاب از سامسونگ همراه زومید باشید. ما این گوشی رو برای بررسی از داریا همراه گرفتیم. پیشنهاد میکنم بعد از اینکه این ویدیو رو تا انتها دیدین حتما یه سری به سایتشون بزنید. خب دیگه برگردیم سراغ گوشی. ببینید الان توی بازار ایران میشه نسخه 256 گیگابایتی گلکسی 73 رو با قیمت حدوداً 13.5 تا 14.5 پیدا کرد. اما دقت کنید که توی این محدوده گوشی‌های خیلی قدری وجود دارن، از گلکسی S21 FE بگیرید تا وان پلاس 9R و شیائومی 11 تی پرو. البته اونو گفتم 11، اونو گفتم 9، حالا بپذیرید از من دیگه. گلکسی 73 حداقل از نظر کیفیت ساخت و بدنه کم نمیاره. گوشی مثل قبل کاملا پلاستیکیه، اما خب باریکتر و سبکتر شده. 22 گرم سبکتر از قبله. با اینکه با یه گوشی نسبتا بزرگ 6.7 اینچی طرفیم، اما همون اول کار که حالا گوشی رو تو دستتون بگیرید متوجه سبک بودنش میشید که واقعا گوشی سبک و خوش دستیه به نظر من. ظاهرش هم به باقی اعضای سری A امسال خیلی شبیه. همون برآمدگی مستطیلی دوربین داریم و حالا همون فریم با لبه‌های نسبتاً تخت. انگار مثلا A53 از دو طرف بگیری یک کوچولو مثلا بزرگترش بکنی. بدنه گوشی ماته اما فریمش براقه. روی هر دو حالت بعدتون میگم که روی هر دوتاش چربی و اثر انگشت رو به خودش جذب میکنه، به خصوص همین رنگ خاکستریش که در اختیار ماه. گوشی گواهی IP67 هم داره برای مقاومت در برابر آب، اما خب با این قیمت دیگه ویژگی متمایز نیست. مثلا S21 FE گواهی IP68 داره. قبل از اینکه از صفحه نمایشش بهتون بگم یه لطفی بکنید، اگر این ویدیو رو از یوتیوب ببینید لایک بکنید ویدیو رو، و هنوز اگر کانال رو سابسکرایب نکردید اون دکمه قرمزی سابسکرایب رو بزنید. خب دیگه برگردیم سراغ صفحه نمایش. ببینید پنل گوشی OLED و 120 هرتزیه. البته خبری از نرخ نوسازی متغیر نیست، باید بین نرخ ثابت 60 با عمر باتری بالاتر یا 120 هرتز با انیمیشن های روانتر یکی رو انتخاب بکنید. رزولوشن صفحه فول اچ دی پلاس که تو ابعاد 6.7 اینچی وضوح و خانایی خیلی خوبی داره. حتی میتونم بهتون بگم که چشماتون رو به صفحه بچسبونید یه جوریه که نمیتونید پیکسل ها رو از هم دیگه تفکیک بکنید. ما حداکثر روشنایی صفحه نمایش رو 1090 نیت اندازه گرفتیم. پس بیرون از خونه زیر نور آفتاب از نظر خانایی باید بهتون بگم که اوکی، به مشکل بر نمیخوریم. پنل هم OLED و کنتراست خیلی بالایی بهتون میده. مثل اغلب گوشی‌های سامسونگ A73 هم دو تا پروفایل رنگی داره. پروفایل ویوید رنگ‌های DCI-P3 رو پوشش میده. رنگاش زنده و باحال اما دقیق نیست و سرده. پروفایل نچرال رنگ‌های sRGB رو پوشش میده. رنگاش خونسا و دقیقه، اما دقت رنگاش مثلا به پای شیائومی 11 تی پرو نمیرسه. بریم سر وقت اسپیکراش. اسپیکر این گوشی استریوه. یکی از کانال‌ها این بالای صفحه نمایش قرار داره، یعنی تو حاشیه صفحه نمایش این قسمت بالایی، و کانال اصلی توی لبه پایینی گوشیه. بلندی صدا خیلی خوبه. البته خب حجم صدای کانال بالایی مسلما به اندازه پایینی نیست. صدای فرکانس پایین و میانی خوب تولید میشن، اما تو فرکانس‌های بالا یه کوچولو صدا به هم می‌ریزه. گوشی بیسای کوبنده‌ای هم داره، البته دالبی اتموس هم هست. خب اگه خواستی میتونید فعالش بکنید که یه صدای فراگیرتر داشته باشید. دیگه وقت سخت افزاره. بریم سراغ سخت افزار این گوشی. تراش A73 با A52S1ه. گوشی از اسنپ دراگون 778 جی استفاده میکنه و به شبکه های 5G زیر 6 گیگاهرتز هم وصل میشه، که البته این مورد خب حداقل برای 2-3 سال آینده تو ایران خیلی موضوعیتی نداره. به خاطر همین تراشه A73 تا 70% سریعتر از نسل قبله و تا 90% هم عملکرد گرافیکی بهتری بهتون میده. اما خب شما که موقع خرید معمولا نمیای گوشی رو با نسل قبلش مقایسه بکنی. تو همین رده قیمتی میشه مثلا 11 تی پرو یا S21 FE خرید که 30% سریعتر از A73 و تا 90% عملکرد گرافیکی بهتری دارن. بذارین اصلا برم S21 FE رو بیارم یه چیزی رو بهتون بگم. I'm not sure to be.
خب ببینید کی اینجاست. محمد حسین از بچهای گل تحریریه. حقیقت من رفتم اسپیسیک افی رو بیارم، اسپیسیک افی رو با صاحبش آوردم. این شد که الان حسین اینجاست و خیلی هم خوش اومدی حسین. قربونت. الان ما دو تا گوشی رو کنار هم داریم، A73 و اسپیسیک افی خودت. روی هر دو تا گوشی هم ما بازی گنشین ایمپکت رو نصب کردیم حسین، درسته؟ درست. در مورد نتایجش بهمون بگو که چجوری بود توی تستای ما. خب همونطور که خود گفتی ما بازی گنشین ایمپکت رو روی جفت گوشی نصب کردیم. SP3 FE این بازی رو تو رزولوشن بالاتری اجرا میکنه و تو رزولوشن بالاتری اجرا کردیم و نرخ فریم میانگین تو SP3 FE 55 فریم گرفتیم ازش و برای A73 هم 52 فریم بر ثانیه. اما همونطور که تو نمودار هم میبینیم A73 عملکرد پایدارتری داره نسبت به گوشی SP3 FE. خب ما بازی گنشین ایمپکت رو سین روی هر دو تا گوشی اجرا کردیم، هم A73 هم SP3 FE. اما متوجه شدیم SP3 FE انگار یه مقداری بیشتر داغ میکنه نسبت به A73. آره آره دقیقاً. تو تستایی که ما گرفتیم SP3 FE هم زودتر گرم شد، هم گرم هم به طور قابل ملاحظه گرماش بیشتر از A73 بود. این اصلا تو اون گرمای حس نمی‌کردیم. و یه نکته دیگه این که این نرخ فریمی که از SP3 FE گرفتیم مدام به سطوح پایین‌تر سقوط می‌کنه. و این افت عملکرد خیلی شدیدی رو توش تجربه میکنیم. متاسفانه ما گوشی S20 FE هم حالا در اختیارمون نداریم که روش از تراشه اسنپدراگون 865 استفاده میکنه. میتونم بگم که اون گوشی میتونه تجربه بازی بهتری حتی نسبت به نسل جدیدش که S20 FE هست داشته باشه و کلا عملکرد بهتری میتونه داشته باشه و افت عملکرد کمتری میتونه داشته باشه. خیلی خوب. دم شما گرم، مرسی که اومدی. سلامت. بریم سراغ ادامه ویدیو. باتری A73 مثل قبل 5000 میلی آمپر ساعتیه. با این باتری و نرخ نوسازی 120 هرتزی گوشی توی تستای ما 10 ساعت و 30 دقیقه شارژ دهی داشت که تقریبا هم سطح گوشی دیگه توی این رده قیمتیه. اما 1 ساعت و 30 دقیقه کمتر از نسل قبله. البته اگه نرخ نوسازی رو بیاریم مثلا روی 60 هرتز تغییر بدیم 3 ساعت به شارژ دهی گوشی اضافه میشه. گوشی از شارژ سیمی 25 وات پشتیبانی میکنه، اما توی جعبه خبری نیست که توی ویدیو آنباکس هم دیدیم داخل جعبهش شارژر نداشت، در حالی که توی جعبه 11 تی پرو یه شارژر خفن 120 واتی است. A73 اولین گوشی میان رده سامسونگ با دوربین 108 مگاپیکسلیه. اما به نظرم هول نشید، این 108 مگاپیکسل با اون چیزی که تو S22 اولترا دیدیم واقعا فرق داره، چون اولا خود حسگر 23% کوچیکتره، دوم از فوکوس لیزری خبری نیست و سوم اینکه تراشه گوشی ضعیف‌تره. خوشبختانه سامسونگ روی این دوربین لرزشگیر اپتیکال هم گذاشته تا به خصوص توی تاریکی لرزش دست روی کیفیت عکس کمتر تاثیر بذاره. دیگه از دوربین تلفوتو خبری نیست و بزرگنمایی هم به صورت دیجیتال روی تصویر همون دوربین اصلی انجام میشه. کنار دوربین اصلی یه دوربین 12 مگاپیکسلی اولترا واید و دوتا ماژول 5 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو و عمق سنج هم داریم. اگه A73 رو یه گوشی میان رده بدونیم اون وقت تجربه عکاسیش خیلی خوبه. عکس‌ها جزئیات بالایی دارن. نویز تو سطوح پایینی حفظ میشه و گستره دینامیکیش هم وسیعه. اما مسئله اینجاست که تو این قیمت میشه گوشی‌های پرچم‌دار اقتصادی هم خرید. ما این عکس رو با دوربین اصلی A73 و SP3 FE از تو دفتر زومیت گرفتیم. اولا که به پنجره دقت کنید، هر دو تا گوشی جزئیات اونجا رو از دست دادن. اما اوضاع برای A73 بدتره. حالا بیایید روی ایکس باکس زوم کنیم. هم جزئیات این دریچه های هوایی روی کنسول تو عکس A73 پایین تره، همین که اطراف پورت USB رو دقت کنید یه مقدار آرتیفکت به خاطر پردازش های نرم افزاری بهش اضافه شده، چیزی که توی عکس SP3 FE نمیبینیم. حالا بریم سراغ عکاسی توی تاریکی. هر دو تا گوشی لرزشگیر اپتیکال دارن، اما از اونجا که A73 فوکوس خودکار لیزری نداره به سختی میشه روی سوژه فوکوس بکنه، در حالی که SP3 FE خیلی سریعتر این کار رو انجام میده. تو این عکسی که دارین میبینین A73 یه حاله زرد انداخته رو تصویر، در حالی که رنگا توی عکس SP3 FE طبیعی ترن. از طرف دیگه اگه روی عروسک زوم کنیم متوجه میشیم که لباس و چهرش توی عکس A73 جزئیات کمتری دارن. سامسونگ دوربین تلفوتو رو توی A73 حذف کرده، در حالی که SP3 FE تلفوتوی 3 برابری داره.
برای همین عکسای زوم شده A73 به اندازه برادرش یعنی همون S23 شارپ نیست. اشتباه نکنید، ما واقعا به هیچ وجه A73 رو گوشی بدی نمیدونیم. تقریبا همه چی این گوشی نسبت به نسل قبلی بهتر شده، مخصوصا عملکردش. گوشی خیلی به نظر من خوش دست و سبک، خیلی خوش ساخته، عمر باتری خیلی خوبی داره، اما ما با قیمت فعلیش مشکل داریم. تو قیمت حدودا 13.5 میشه S20 FE 5G خرید که تجربه عکاسیش تقریبا با S21 FE هم سطحه، عملکرد خیلی پایداری داره. یا میشه مثلا رفت سراغ شیائومی 11 تی پرو که تجربه عکاسیش کم و بیش با A73 یکیه، اما عملکرد به مراتب بهتری داره و با شارژر پرقدرت 120 واتی به دستتون میرسه. اگه A73 مثلا تو محدوده 10 تومن به فروش میرفت، اون وقت شاید جنبندی ما یک کوچولو متفاوت تر بود. خب مرسی که تا انتهای ویدیوی بررسی A73 با ما همراه بودین. دوستانم داخل کامنت ها نظرتون در مورد این گوشی بنویسید و اینکه به نظر شما توی این رنج قیمتی ارزش خرید داره یا نه که همه دوستان از نظر شما استفاده بکنن. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو انجام بدین، زنگوله کنارش هم بزنید ناتیف برای شما میاد و حالا از آخرین ویدیوهای ما زودتر از بقیه باخبر میشید و میتونید ویدیو رو ببینید. و همین دیگه، مرسی که تا آخر با ما همراه بودید. دم شما گرم و خیلی مخلصید.